سرخط خبر جریمه شدن تعدادی از نانوایی های ناحیه چهارم در بامیان. وزارت مالیه میگوید بودجه سال مالی 1401 بر اساس عواید داخلی تهیه شده است. وزیر خارجه طالبان آمریکا را به نقض آشکار حقوق بشر متهم کرد. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی همه طرف ها در افغانستان به صلح تن دهند. و عمران خان میگوید اگر جامعه جهانی اقدام نکند افغانستان به بزرگترین بحران انسانساز در جهان تبدیل می شود. بیننده های عزیز به مجموعه خبری این ساعت با من نرگس امینی از تلویزیون بامیان خوش آمدید. تعدادی از نانوایی های ناحیه چهارم بامیان تا 2500 افغانی جریمه شد. بر اساس اعلامیه شهرداری ولایت بامیان تعدادی از نانوایی های ناحیه چهارم شهر بامیان بر اساس طرز عمل جرایم از 500 الی 2500 افغانی جریمه نموده است. در این اعلامیه آمده است که کمیته تضمین کیفیت شهرداری ولایت بامیان با بررسی نانوایی های ناحیه چهارم این ولایت تعدادی از نانوایی های را به دلیل تخلف کم بودن وزن نان جریمه نقدی نموده است. وزارت مالیه می گوید که پیشنویس بودجه سال 1400 آماده شده است و قرار است برای تصویب به کابینه فرستاده شود. وزارت مالیه می گوید که پس از دو دهه برای نخستین بار بودجه ملی بی اتکا به کمک های خارجی تهیه شده است. سخنگوی وزارت مالیه می گوید که پول گردآوری شده از گمرکات و منابع درآمدزای داخلی دیگر برای طرح بودجه در نظر گرفته شده است. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه گفت بعد از 20 سال یا دو دهه گذشته بار اول است که ما این قسم بودجه را ساختیم که تکیه به کمک های خارجی نیست و عواید داخلی را دیده مطابق آن ساختیم. آقای حقمل می افزاید که پول گردآوری شده از گمرکات و منابع درآمدزای دیگر برای هزینه های داخلی بسنده خواهد بود. او افزود در کل تمام منابع داخلی و عواید داخلی ما فعال است و روز به روز حالتش بهتر می شود. این در حالی است که تا کنون رقم دقیق بودجه سال مالی 1401 روشن نشده است. اما بودجه سال 1400 در حکومت گذشته بیش از 473 میلیارد افغانی بود که 311 میلیارد آن بودجه عادی و 161 میلیارد دیگر را بودجه توسعه‌ای می ساخت و بیش از 70% از کل بودجه در سالهای گذشته از کمک‌های خارجی فراهم می شد. وزیر خارجه طالبان می گوید که در حالی که مردم افغانستان نیاز به کمک دارند، این کشور با تحریم‌های ناعادلانه روبروست. امیر خان متقی در اسلام آباد گفت ایالات متحده با تحریم افغانستان و مسدود کردن دارایی‌های این کشور به مردم افغانستان آسیب می‌رساند و مرتکب نقض آشکار حقوق بشر می‌شود. با گذشت بیش از 4 ماه رژیم طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده است، اما نشست اسلام آباد فرصتی برای طالبان فراهم کرد تا خواسته های خود را مطرح کند. مولوی متقی که اجازه نیافته در عکس جمعی کنار شرکت کنندگان این نشست بیستد، از آنها خواست از آمریکا بخواهند که از آزار و اذیت مردم افغانستان دست بردارند. او گفت چنین اقداماتی وجه آمریکا را تضعیف می کند و پیامدهای منفی برای جهانیان دارد. آقای متقی افزود این گروه نگرانی جامعه جهانی را درک می کند و آماده پذیرش همه خواسته ها و پیشنهادهای کشورهای اسلامی است. امیرخان متقی گفت افغانستان نیاز فوری به کمک دارد و افغان ها برای رفع نیازهای اولیه خود به پول نقد بیشتر از کالا نیاز دارند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی که در اسلام آباد برگزار شده است گفت که طالبان تمامی پیشنهادات و نگرانی های عادلانه کشورهای اسلامی را که منجر به ختم بحران کنونی شود میپذیرد.
متقی امروز یک شنبه 28 قوس در نشست سازمان همکاری اسلامیک در مورد افغانستان برگزار شده است و نمایندگی از حکومت سرپرست طالبان سخنرانی کرد. او در سخنرانی خود تاکید کرد که طالبان به عنوان اعضای یک خانواده آماده پذیرفتن همه خواستها، نگرانیها و پیشنهادات عادلانه کشورهای اسلامی در مورد افغانستان که منجر به بیرون رفت از بحران کنونی شوند هستند. سرپرست وزارت خارجه طالبان تاکید کرد که طالبان به عنوان یک دولت مسئول و نماینده شهروندان افغانستان تأمین حقوق بشر، حقوق زنان و مشارکت شخصیت‌های شایسته از اقشار مختلف در دولت را مسئولیت خود می‌داند. او یادآور شد که در این زمینه کارهای انجام شده و حکومت سرپرست طالبان متحد به ادامه این کار است. وی تاکید کرد که انزوای سیاسی افغانستان به نفع هیچ کسی نیست. امیرخان متقی در حال از تامین حقوق بشر و حقوق زنان اطمینان داده است که نهادهای حقوق بشری طالبان را به نقض این موارد متهم می کند. به تازگی سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارشی گفته است که طالبان پس از به قدرت رسیدن اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین را شکنجه کرده و کشتند. و خبر اخیر این که عمران خان نخست وزیر پاکستان از وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که اگر جامعه جهانی نسبت به این مشکل بی‌تفاوت باشد و اقدام نکند، محتمل است که این کشور به بزرگترین بحران ساخته دست بشر تبدیل شود. آقای خان که روز یکشنبه در نشست سازمان همکاری اسلامی سخنرانی می‌کرد، افزود که در طول سال‌های گذشته هیچ کشوری به اندازه افغانستان آسیب ندیده است. او تاکید کرد حتی پیش از آن که طالبان کنترل افغانستان را به دست گیرند، نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کردند. نخست وزیر پاکستان یادآور شد که اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی استوار بوده و حدود 75% از بودجه این کشور نیز از طریق کمک‌های خارجی تأمین شده است. وی خاطر نشان کرد هر کشوری که در وضعیت شبیه به وضعیت افغانستان قرار داده باشند سقوط خواهد کرد. عمران خان هشدار داد که اکنون اگر دنیا وارد عمل نشود، این بزرگترین بحران انسانساز خواهد بود که در مقابل ما آشکار می شود. گفتنی است که نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان به میزبانی پاکستان در حال برگزاری است. بیننده های عزیز، این بود از مجموعه خبری امروز که تقدیمتان شد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.